تلاش ها برای گفتگوهای صلح از جانب حکومت و انتظار برای معرفی کابینه جدید. از صد روز نخست حکومت وحدت ملی 36 روز هم سپری شد. رئیس جمهور غنی در دیداری که با جمعی از خبرنگاران داشت، صلح را از اولویت های خود دانست و گفت از مخالفان سیاسی به خصوص طالبان دعوت می کنیم تا به گفتگوهای صلح بپیوندند. خطاب مخالفان سیاسی به طالبان از جانب رئیس جمهور در دو سطح ملی و بین المللی واکنش هایی را به همراه داشته است. آگاهان سیاسی میگن طالبان مخالفان سیاسی نیستند، برای اینکه این گروه با دولت مبارزه مسلحانه میکند، نه مبارزه سیاسی. از سوی دیگر، از فرصتی که رئیس جمهور برای معرفی اعضای کابینه تعیین کرده بود تنها 9 روز باقی مانده است، اما تا هنوز که هنوز است خبری از کابینه جدید نیست و این موضوع با توجه به نزدیک بودن نشست لندن نگرانی هایی را به همراه دارد. این هر دو موضوع را در برنامه شب صد روز نخست به بررسی میگیریم. سلام و وقت بخیر. به برنامه صد روز نخست با من امید فاروق خوش آمدید. میمانان ما آقایان عارف رحمانی از مجلس نمایندگان و محمد آسم آقای مسائل سیاسی هستند. بسیار خوش آمدید. آقای رحمانی، با شما آغاز میکنیم. شما شنیدین از سفر چین، از سفر رئیس جمهور به چین داشتن، گفتن که صلح را ادامه میتن، یعنی از اولویت هایشان است. من چون این را تاکید کردن با دیداری که با خبرنگاران داشتن، میخوایم تفاوت را ابتدا شما اشاره کنین که نظر رئیس جمهور کرزی با آقای غنی تفاوت داره در گفتگوهای صلح. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما جناب انجینر صاحب و بینندگان خوب طولو نیوز. من فکر میکنم که رئیس جمهور کرزی بیش از این که به صلح باور می‌داشت و یک تلاش جدی و سیستماتیک را برای آوردن مخالفان به پای میز مذاکره سیاسی به خرج می‌داد، بیشتر شعاری عمل می‌کرد. این به خاطر از اینکه نیست که از اونا سعایت بکنیم. واقعاً تا آخرین روزها با اینکه ایشان طالبان را یک روز برادر خواند، یک روز مخالف ناراضی خواند و ادبیات های مختلف و ترم های مختلف رو به کار می برد، ولی یک برنامه سیستماتیک جامع نداشت. اما چیزی که ما می دانیم از درون ارک و مخصوصا فعالیت های رئیس جمهور از آغاز این روزهای حضور خود در شورای امنیت و در ارک نشان داده است که حداقل رئیس جمهور یک نگاه استراتژیک به بحث صلح داره. یعنی صلح واقعا در اولویت. فکر میکنین که رئیس جمهور غنی برنامه مشخصی هم داره گذشته از شعار برای گفتگوهای صلح؟ باید منتظر بمانیم، باید منتظر بمانیم. مجموعه اقدامات حداقل درونی و بیرونی را که رئیس جمهور در طول از این مدت انجام داده نشان بده که رئیس جمهور یک نگاه استراتژیک داره. یک، حضور ایشان و رفت آمد های ایشان از آغاز این روزهای حضورش در ارک در شورای عالی هم شورای امنیت ملی بسیار بسیار بیشتر از رئیس جمهور بوده. تأکیدی که بر بحث مبارزه مسلحانه و سرکوب شورشگری داشته و ای که نمیگذاره کسانی که خون افسرا و سربازایش را میریزه به عنوان قماندان عالی جنگ یا سرقماندان اعلی قوای مسلح کسی با خون اینا بازی بکنه، این نکته نکته که حتی اردو را و پلیس را و امنیت ملی را امیدوار کرده. ولی چیزی که ما تا هنوز شاهد از او بودیم، رئیس جمهور یک برنامه بسیار کلان و ریشه‌ای را در دو بعد سیاسی و استخباراتی شروع کرده. چیزی که ما میدانیم است که آقای اتمر به عنوان مشاور امنیت ملی کشور به شدت صلاحیت های بسیار جدی را پیدا کرده و اقدامات بسیار جدی را در سطوح استخباراتی و امنیتی شروع کرده، برای اینکه بتانه حداقل ابعاد پنهان و تاثیرگذار اصلی بر روند صلح یا جنگ در افغانستان را تحت تاثیر بگذاره. گمان ما است که سفر رئیس جمهور و علاقش بعد از عربستان سعودی و رفتنش به چین، فکر میکنم بیشتر از اینکه حضور در کشورهای قلب آسیا باشه، ارتباطات بسیار جدی و استراتژیکی بوده که اینها در چین با دولت چین به عنوان یکی از دولت‌های تاثیرگذار بر سیاست خارجی و امنیتی پاکستان در منطقه و یک حامی جدی پاکستان در منطقه، ارتباطاتی را که با اونا برقرار کرده به همین منظور. حرفایی هم داشتن در کشور چین زمانی که سفری داشتن با اونجا در مورد گفتگوهای صلح که بعداً بس میکنیم. آقای اسم، دیدگاه شما چیست که فکر میکنین واقعا یک تفاوت احساس میشه در گفتگوهای صلح در حکومت تازه؟ یعنی این حکومت برنامه مشخصی داره گذشته از شعار برای اینکه گفتگوهای صلح به نتیجه برسه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از شما و همکارانتان، سلام خدمت بینندگان عزیز جناب رحمانی صاحب.
باید عرض کنم که هنوز برنامه حکومت جدید حتی به صورت ضمنی هم تا هنوز در جای ارائه نشده در رابطه با صلح. از طرف دیگه بحث جنگ و صلح در افغانستان به یک بحث قامز و پیچیده تبدیل شده و قضیه جنگ اعلان ناشده بر علیه افغانستان و کشور افغانستان ابعاد مختلف داره. بسیط نیست که ما انتظارش داشته باشیم که با آمدن رفتن یک حکومت و آمدن یک حکومت دیگی و بالاخره طی یک سفر یا دو سفر سیاسی یا دید و بازدید های دیپلماتیک ما راجع به چند و چون ابعاد صلح و ای که نتایج را میتونه مثبت و یا غیر در پی داشته باشه فکر میکنم که اینا همه میتونه یک نوع انتظارات زود هنگام باشه. یعنی تفاوت را تا اینجای کار شما احساس نمیکنه؟ علی ظاهر تفاوت را احساس نمیکنیم، ولی چیزی را که همه ما و شما میشنویم و برداشت میکنیم او ایست که حکومت جدید با در نظر داشت از ای که دولت قبلی برنامه هایی را که به ارتباط صلح داشت او کدام نتایج را در پی نداشت. ما بحث ما بیشتر روی حکومت تازه اجمالا همه قدر حد زده میتونیم که حکومت جدید با روی کرد و برنامه حکومت قبلی پروسه صلح را شاید دنبال نکنند. طبیعتا ناگزیر است که یک برنامه جدید، یک استراتژی جدید و پلان جدید داشته باشه. همین نکته از حرفای رئیس جمهور معلوم میشه. زمانی که از کشور چین برگشتن گفتن که در راستای گفتگوهای سال گام های عملی و مهم برمیدارن. فکر میکنین این گام ها چی خواهد بود؟ عرض کردم که حالا اینا به هر صورت قدم های اولی را باید بردارن و چارچوب برنامه خود را در رابطه با پروسه صلح با مردم افغانستان و یا به نمایندگان مردم یعنی شورای ملی اعلام کنند و یا همینطور از طریق ریاست جمهوری باید به شکل نسبتا مدون اگر این در اختیار مردم قرار بگیره از طریق مطبوعات و مستقیما او وقت است که میتونیم ما و شما بگوییم که حال برنامه رئیس جمهور و دولت جدید ما در کدام مستوا است. فعلا یک نوع خوشبینی میتونیم داشته باشیم. آقای حسن بیاین پهلوی دیگری را که در این موضوع ربط داره به بررسی بگیریم. در کنار از اینکه رئیس جمهور میره به کشور چین سفر میکنه میگه که گفتگوی سال از اولویتش است. برمیگرده همچنان این حرف را تکرار میکنه. جمعین که میگن گام های عملی برمیدارن و به کشور پاکستان سفر میکنن. در کنار اینها میگن که طالبان مخالفان سیاسی هستند. واقعا طالبان مخالفان سیاسی هستند؟ طبیعتا آنچه که ما میخوایم به عنوان یکی از اعضای اتباعی کشور نظر خود در این مورد بیان کنم خدمت شما و مردم از این طریق او ایست که مخالف سیاسی به کسانی گفته میشه که اقدامات براندازانه در برابر نظام نداشته باشه. هر جریانی که برای براندازی یک نظام کار میکنه مسلحانه و غیر مسلحانه او مخالف سیاسی نیست دیگه، او مخالف مسلح هست. فکر نمیکنین که رئیس جمهور این نکته را میدونه؟ استدلال که رئیس جمهور میکنه میگه که افغان ها درباره وطن پرستی و اعتقادات دینی دیدگاه مشترک دارن و تنها طالبان در بخش چگونگی حکومت داری مشکل داره با حکومت و میخاطرم خطاب میکنن که خب این مخالفت سیاسی شان است. طالبان موضعشان روشن است که این حکومت را به اصطلاح به صورت کل قبول نداره و برای اسقاط حکومت و نظام مسلحانه می جنگن. از هیچ چیزی هم باک ندارن. اگر در مسجد برابر شد می جنگن و اگر در بیسلاب در میدان ورزشی برابر شد، نه ای که در بیسلاب سنگرهای جنگ و با در مراکز نظامی برند به جنگن با قوای دولت و مربوطین مسلح نظام یا مدافعین قوای مسلح افغانستان به جنگن. اینا با مردم افغانستان هر اقدامی که پایه های نظام را لرزان بسازه و سست بسازه باعث سقوط کامل نظام شد و دست طالبا اونا اقدامات عملا تخیص جمهور میکنه یا دلیل را که مطرح میکنه قانع کننده و یعنی چیزی نیست که مردم برش قناعت کنه. موضوع طالبا روشن است، یعنی توجیه رئیس جمهور
تناقض داره به صورت بسیار جدی با عمل کرد و موضع طالب ها. اونا کاملا روشن حرف میزنن و روشن هم برخورد میکنن. آقای رحمانی، واقعا طالبان مخالفان سیاسی هستن؟ یک نکته. دوم، استقلال را که رئیس جمهور میکنن چقدر موج است؟ یک مکسی در سوالی که از آقای انجنر سب کردین من میکنم، سفر آقای دیوید کامرون، سفر آقای اردوغان، رفتن آقای رئیس جمهور به عربستان سعودی و همچنین رفتنش به چین مجموعه اقدامات و برنامه هایی بود برای ازی که بتانه پاکستان را در سفری که پیش رو داره تحت تاثیر بگذاره و به خاطر ازی که هم به لحاظ استخباراتی کشورها بسیار با هم دیگه نزدیک هستن و هم به لحاظی که انگلیس که در واقع پروژه‌دار صلح در دوره های حکومت آقای کرزی بود و اصلا شورای عالی صلح و این مباحث همه ابتکار انگلیس ها بود، اونا رو میخواین که نقش بیشتر بدن، نقشی که البته اونا رضایت پیدا بکنه. یک بحث است. من فکر میکنم که بدترین واژه و بدترین تعبیری را که متاسفانه رئیس جمهور باسواد ما انجام داد و شاید باعث ناامیدی بسیار از نخبگان افغانستان شد همین بود که طالبان مخالفای سیاسی خوان. خب یعنی موافق هستن که مخالف سیاسی نیستن؟ بله، هیچ مخالف سیاسی هیچ مخالف سیاسی انتحاری نداره. هیچ مخالف سیاسی در یک جنگ نامنظم چریکی برای براندازی یک نظام یا یک حکومت تلاش نمیکنه. بسیار واضح هست که رئیس جمهور متاسفانه یا نمیفهمه و یا میفهمه و آگاهانه مغالطه میکنه. دقیقاً دلیل را که مطرح کردن روش بحث کنیم که خب این را از چه جایگاهی مطرح میکنن که دلیلشان برای خطاب کردن طالبان مخالفان سیاسی نکاتی است که بیشتر مطرح کردن. من عرض کردم یا آقای رئیس جمهور ناآگاهانه داره چنین موضعی را میگیره. شک نیست که خدا خدای ما واحد است، ما با مسیح ها هم خدای واحد داریم. شک نیست که ما کتاب ما واحد است، با مسیحی ها و یهودی ها ما بر این مسئله اتفاق نظر داریم که خدای ما یک هست و ما به یگانگی میفرستیم. اما به لحاظ ایدئولوژیک و قرائتی که ما از دین داریم، یعنی نظام جمهوری اسلامی افغانستان داره با قرائتی که طالبان محترم دارن، بسیار بسیار تفاوت وجود داره. نظامی که ما داریم جمهوری اسلامیه و سهم مردم واضح در او، نظامیه که در او اصل حاکمیت قانون پذیرفته شده و اصل تفکیک قوا. اما در نظام امارت اسلامی جناب مولوی عمر در دموکراتیک ترین حالتش، اونجا یک قرائت که او یک قرائت استبدادی خشن و غیر دموکراتیک است در واقع دین هست حاکمیت داره. بنابراین من فکر میکنم یا رئیس جمهور ناآگاهانه چنین موضعی رو میگیره یا اینکه داره مغالطه میکنه و فکر میکنه که چنین مغالطه ای را مردم متوجه نمیشه. حالا این دیدگاه را آگاهان سیاسی هم مطرح میکنن که بحث مخالفان سیاسی از لحاظ قانونی واضح است، نظام را در کل میپذیرن، مبارزه سیاسی میکنن برای اینکه خب البته قانون اساسی را با معذرت میپذیرن، بعدش مبارزه میکنن به خاطر به قدرت رسیدن از راه مسالمت آمیز، نه راه مبارزه مسلحانه. یک نکته. دوم، بحث پذیرفتن در مجموع نظام افغانستان، مثلا طالبان امارت اسلامی میخوان، اینجا ما واضح است که چه حکومتی را داریم. اینا تفاوت دیدگاه است که مطرح میکنن. برمیگردیم به پرسش اصلی که چرا پس رئیس جمهور این عنوان را میتواند طالبان. شاید رئیس جمهور دو دلیل را داره. یک دلیل همی است که واقعا شدت علاقه خود را میخواهی به صلح نشان بده و من فکر میکنم یک نوع خودفریب دادن است. میشه که شما شدت علاقه خود را و شدت برنامه ایتان را برای آوردن صلح با ادبیاتی که قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان نقص نکنه و بدیهی ترین اصول حقوقی را و قواعد حقوقی را در این کشور که اصل حاکمیت قانون را الزام میکنه و نقص نکنه. یک دلیل. و یک دلیل دیگه همی است که واقعا رئیس جمهور از تبعات و شیوه استدلالی که برای دفاع از یک امر غلط، یک ادعای غلط در واقع برگزیده، من فکر میکنم که او رو متوجه نمیشه. من میخوایم بگویم که رئیس جمهور یک ادعای متاسفانه غلط رو مطرح کرده و حالا میخوای با او استدلال اتفاقا من دیدم استدلال بسیار بسیار سبک و حتی تا حدود مسخره رو مطرح کردن برای اینکه اونا مخالفان سیاسی هست. بسیار واضح، شما در جهان هیچ مخالف سیاسی را ندارید که او انتحاری داشته باشه، هیچ مخالف سیاسی را ندارید که او 82 داشته باشه، سربازهای شما را بر بی‌رحمانه ترین حالت بکشه و بعد شما بگید و حتی اعلام بکنه که قانون اساسی شما را قبول ندارم، شما یک دولت دست نشانده هستید، شما یک دولت هستید که در ذیل یک در واقع نظام‌های کفری در این کشور آمدید. بنابراین من فکر می‌کنم رئیس جمهور باید ادبیات خود تصحیح بکنه و یک مقدارم روی به کار بردن واژه‌های خود دقت بکنه. چرا؟ چون ما دیگه او انتظاره که از آقای حامد کرزی که لیسانس داشت
او انتظار را از رئیس جمهوری که او استاد دانشگاه جان هاپکینز بوده و یک پروفسور هست و یک دکترا داره، او انتظار را نداریم. ما میخواهیم رئیس جمهور که با دقت بیشتری و با نگاهی به پیامدهای حرفهای خود در واقع عمل بکنه و هم موضع بگیره. پس آقای اسم، در مورد این دیدگاه رئیس جمهور حرفای مطرح میشن، میگن که ترفندی را که رئیس جمهور کرزی داشت برای گفتگوهای سلیه که تشویق کنه طالبان را بیان به گفتگوهای سلیه، بس برادر خطاب کردن بود، برادر خطاب میکرد طالبان را. اما چیزی را که حال رئیس جمهور با یک ادبیات تازه و یک خطاب تازه، بس مخالفان سیاسی هم ترفند است برای اینکه خب حداقل راضی بسازه طالبان را که بیان گفتگو کنن با حکومت تازه. میپذیرین؟ فکر میکنم که این نسخه ها به انواع مختلف یا به اشکال دیگه در دوران حکومت آقای کرزی از این کار گرفته شد. تعبیرات، توجیهات، تفسیرهای مختلف و عناوینی که برای دلخوش کردن یا متمایل ساختن جناح طالب ها مؤثر واقع شود، این کارها را جناب آقای کرزی به اشکال مختلف انجام دادند. کدام نتیجه را نگرفت و در هیچ یک از موقف گیری های جانبی طالبان کدام تغییری را آورده نتانست، چرا سبب موضع گیری ها و موقف گیری های اصلی و استراتژیک اونا. طبیعتا تعبیرات را که رئیس جمهور جدیدم حال روی دست گرفتن و شروع کردن از مخالف سیاسی خواندن طالب ها، فکر کنم امون رای است که بی نتیجه من در زمان جناب آقای کرزی، در زمان جناب دکتر اشرف غنی هم همچنان پایانی اگر واضح بسازیم این نکته را، فکر میکنین که با مطرح کردن این حرف از سوی رئیس جمهور غنی چه هدفی دنبال میشه؟ اونا یک کمی توضیح دادن در مصاحبه مطبوعاتیشان که چون ما میخواییم، مردم افغانستان میخواهد که با طالب ها صلح باید صورت بگیره و اونا را ما حاضر هستیم و دعوت میکنیم که بیان دست از جنگ بکشن و بپیوندن به مردم افغانستان و در یک نظام، در یک چارچوب سیاسی در نظام سهیم شوند. این درست است، اما اونا مخالف سیاسی نیستند، اونا مخالف مسلح هستند که در برابر نظام می جنگند. تا زمانی اونا به مخالف سیاسی تبدیل شده نمیتونند که باید سلاح را بر زمین بگذارند، دست از جنگ بکشند، اصل پروسی صلح را حداقل با اصل پروسی صلح موافقت نشان بدن و گفتگوهای صلح را آغاز کنند. در او وقت است که ما میتونیم حداقل بگیم که خب فعلا طالب ها تمایل دارند به ای که تغییر موضوع بودن از حالت مخالفین مسلح یعنی و مخالفین بله دخن واکنش هایی که مطرح شد در پیوند به گفتگوهای رئیس جمهور، گفتن که کسی که انتحاری میکنه، کسی که مبارزه مسلح نمیکنه، ای به هیچ عنوان مخالف سیاسی شده نمیتونه، قانون اساسی را نمیپذیره، نظام را نمیپذیره. این دیدگاه واضح شد. حالا حکومت متشکل از رئیس جمهور و رئیس اجرایی است، اسمش هم از حکومت وحدت ملی. این دیدگاه یعنی بحث خطاب کردن طالبان مخالف سیاسی در هر دو طرف مشترک است؟ ما تصورمی است که شاید مشترک نباشه، چون رئیس اجرایی در صحبتهایی که داشتن گاه و ناگاه اونا گفتن که ما در رابطه با مخالفا یا دوستان و دشمنان ما باید موضع روشن داشته باشه. کسانی که با این کشور و با این نظام مخالف هستند و مخالفت میکنن، دشمنی دارن، باید با عنوان دشمن شناخته شوند و کسانی که دوستی دارند و در همجهتی و همسویی قرار دارند به عنوان دوست باید اونا شناخته شوند و خطاب مورد خطاب قرار بگیرند. طبیعتا تفاوت وجود داره در دیدگاه رئیس جمهور و رئیس اجراییه به صورت تلویحی. ممکن است که در زمان لازم هم شاید صراحت های به احتمال اگر مطبوعات دنبال قضیه بروند شاید اونا دست پیدا بکنند به ای که موضع روشن ریاست اجراییه چه خواهد باشه. از طرف دیگه در کنار از اینکه رئیس جمهور طالب ها را مخالفین سیاسی میخوانند، انتحارات و انفجارات را که اینا اخیرا انجام دادن بعد از اینکه رئیس جمهور جدید سوگند وفاداری یاد کردن، از او زمان تا حال ده ها حمله را اینا انجام دادن و ده ها و صد ها را کشته و زخمی ساختن. اما ما یک واکنش سری که اقدامات انتحاری را و اینا را محکوم بکنه به صورت شدید اللحن رئیس جمهور جدید افغانستان، ایره نشنیدیم. یکی از مواردی که مردم تا جایی به اصطلاح نگران ساخته و متوجه ساخته
یک نوع برخورد جانبی رئیس جمهور با عملات انتحاری و انفجاری شبکه طالبان. یک حرف دیگه هم مطرح میشه، شما باید دارین که رئیس جمهور یک شب به زندان پلچرخی رفته بودن، اونجا گفتن کسی که سرباز افغانستان را میکشه اون را نمیبخشن، یعنی قاطعانه عمل میکنه در برابرش. اما موضوع گیری های بعدیش، تعبیر و به اصطلاح اطلاقات بعدیش با او فرق داره. آقای رحمانی، واقعا حالا معلوم میشه که دیدگاه یا حرفایی که رئیس جمهور مطرح میکنه در تناقض است. این حرف را به اساس گفته های آقای اصلا مطرح کردم. نکته دوم، رئیس جمهور میان از آدرس حکومت وحدت ملی، یعنی در رأس حرف میزنن. اگر رئیس اجرایی مخالف این باشه که طالبان مخالف سیاسی نیستن، خب باید بیان حرف مطرح کنن و اینجا بازی شوه که ما، یعنی طالبان یعنی کی؟ ما فکر میکنم غیر از خود رئیس جمهور که شاید نمیفهم با این همه اعتراضاتی که صورت گرفت آیا بر سر حرف خود هست یا نه، کمچنان طالب را مخالف مسلح میدانه، فکر میکنم تمام پیروان نظام چی موافقین ایشان است چی اونایی که در اردوگاه اصلاحات بودن به رهبری آقای دکتر عبدالله مخالفی هستند که طالب را ما مخالف سیاسی بدانیم. بلی، اگر شما بخواید پروژه معاند یا دشمن را تبدیل به مخالف بکنید و مخالف را تبدیل به موافق بکنید، او راه خود را داره. بنابراین بسیار بسیار واضح، هرچند شاید من نماینده و سخنگوی دکتر صاحب نباشم، دکتر صاحب عبدالله چیزی که ما میفهمیم و ملت افغانستان به او باور داره است که طالب مخالف سیاسی نیست. طالب یک گروه معاند و دشمنه که برای براندازی نظام از انتحار و انفجار گرفته تا قتل و ترور تا عملیات های پارتیزانی تا هر کاری را که میتونه انجام میده، زمینی که قانون اساسی ما را قبول نداره، جمهوری اسلامی را قبول نداره. وقتی قانون اساسی را قبول نداشته باشه و برای براندازی حرکت بکنه، بنابراین شما نمیتونید که ایره مخالف سیاسی بگید. ما فکر میکنیم این نکته باید آقای رئیس جمهور بدانه که همطوری که بسیار از اقدامات ایشان باعث امیدواری مردم شده، مخالف سیاسی خواندن رئیس جمهور طالبان باعث ناامیدی مردم میشه، طرفدارای نظام میشه، و ما نیاز نداریم که یک مجموعه از موافقین و مشتاقان رئیس جمهور و همین نظام و حامیان نظام را ما به بیرون از این نظام هدایت بکنیم. آقای رحمانی، بحث گفتگوهای سال با این ترفندها که نمیشه گفتگوهای سال را به نتیجه رساند. این دیدگاه اینجا مطرح شد، خب مردم هم این دیدگاه را یا آگاهانه مطرح میکنن، میگن برنامه یا راهکار روشنی را حکومت تازه در پیش بگیره تا گفتگوهای سال به نتیجه برسه. چه راهکاری میتونه این گفتگو را به نتیجه برسونه؟ چند نکته است. یکی که واقعا اینا امی دولت وحدت ملی رو به عنوان یک فرصت تلقی بکنن، به مفاد موافقت نامه‌ای که میان دو طرف، یعنی آقای دکتر عبدالله و دکتر غنی امضا شده، باید وفادار بمانند تا بتونن یک اقتدار ملی رو به وجود بیارن. یک، دو، باید ریشه های در واقع تروریسم در افغانستان اینا بخوش کنن. من فکر میکنم مجموعه اقداماتی که رئیس جمهور برای رفتن به چین و پاکستان و عربستان سعودی و به بسیار از کشورهایی که بعدن خواهد کرد، اینا به یک معنا خوشکاندن همین ریشه هاست. و بحث سوم، بسیار واضح و روشن، کسانی که سربازان مردم را میکشن، کسانی که در پی تخریب و نابودی نظام هستند، کسانی که قتل و انتحار میکنه و ابریا و بیگناهان را میکشه، و اونا باید با زبان آهن و آتش و سرب حرف بزنه. حالا بحث پاکستان خیلی جدی است، یعنی زمانی که بحث گفتگوهای سال مطرح میشه، پاکستان جایگاه اصلی و آدرس اصلی برای گفتگوهای سال هست. رئیس جمهور گفتن که سفر دارند به پاکستان و قرار است این کشور موضوع اصلی خود را در راستای گفتگوهای سال روشن کنه. این بار تفاوتی را در عمل کرده پاکستان میبینن که بیان که مشخص بسازن که در گفتگوهای سال چی مطرح شده، چه کاری کرده میتونه و از حکومت افغانستان چی میخواد. من فکر میکنم در گذشته اکثر اشتباهات صورت گرفته بود که آقای دکتر غنی نباید انجام بده. در گذشته ما برنامه برای صلح نداشتیم، در گذشته ما یک واقعیت را به نام پاکستان امروز و خط دیورند را قبول نداشتیم، در گذشته ما صدای پاکستانی ها را به عنوان به حال یک کشوری که بیشترین مرز را با اونا داریم و بیشترین تاثیرگذاری را روی افغانستان داره، چی در حالت صلح چی در حالت جنگ، همچنانی که باید واقعا نشنیدیم. چیزی که هست است که آقای دکتر غنی، من فکر میکنم
حداقل به لحاظ آنچه که ما میبینیم یک برنامه جامعی را باید تدوین بکنه و در حال تدارک باشه تا بتونه پاکستانی ها را حداقل به عنوان یک همسایه بخش از انتظاراتش را پاسخ بده، چیزی که در دولت گذشته با تعارف و با شعر و در واقع با یک نوع ابهام با او برخورد شد. اگر چنین نشه بس ما فکر میکنم که باز همون مکتب است و آن ملا. بخواستم دخن امین نکته، شما تصور میکنین که کشوری که تا اینجای کار یک چالش بزرگ بر افغانستان بوده در لازم از لازم امنیتی، از لازم ازی که مخالفان مسلح افغانستان را پناهگاه داده، بیا تا چند هفته آینده موقف یا موضع خود را در قبال گفتگاه صلح بر افغانستان روشن کنه؟ من فکر میکنم که حکومت فعلی افغانستان هم برای اعاده صلح و ثبات در افغانستان و آوردن صلح راه درازی در پیش داره و مشکلات و پیچ و خمهای در مسیر فراراهش هست و پاکستان هم در این بحث به عنوان یکی از محورهای اصلی شاید حتی اگر فردا خواسته باشه پاکستان که به صورت یک جانبه تغییرات مثبت در راستای صلح آورده شوه و گامهای مثبت برداره از طرف خودش، فکر میکنم که با آسانی شاید نتانه. در اونجا حلقات و جریاناتی در پاکستان وجود داره که دولت و حکومت ملکی و سیاسی به سادگی نمیتانه بسا از قدم ها را بدون رضایت او حلقات و شبکه ها و جریاناتی که بالاخره جنگ های نیابتی را نه تنها در افغانستان حتی در منطقه اونا با عهده دارن، اونا اعماق استراتژیک خود را در قضیه افغانستان و سایر قضایا دارن. پس اگر قرار است موضع خود را روشن کنند، چه حرفایی را بر افغانستان مطرح خواهد کردند در قبال گفتگوی صلح؟ به هر صورت شاید ساده نباشه که ما بگیم که خب چنین حرفی یا چنان حرفی را مطرح میکنند. هر آنچه که شاید ما بگیم برای شما به جواب سوالتان و یا کسی دیگی بگویند، اونا حدسیاتی است که ما میزنیم. اما چقدر آقای هستن فکر میکنین که این بار یک تغییر ژرف ممکن پیش بیاید؟ آقای رحمانی به نکته خوب اشاره کردن، از سفر نخست وزیر بریتانیا به افغانستان گرفته تا سفر اردوغان و بعدش نشست کشورهای قلب آسیا در چین و اظهاراتی را که امروز نماینده ویژه چین بر افغانستان داشتن، گفتن که اگر افغانستان یک برنامه مشخصی داشته باشه این کشورها حمایت میکنن افغانستان در گفتگوی صلح. من صحبتهایشان را بجا میدانم در حد خوشبینی ها و امیدواری ها، ولی اولین بار نیست که نخست وزیر بریتانیا به افغانستان می، اولین بار نیست که رئیس جمهور یا نخست وزیر ترکیه به افغانستان می. ما کنفرانس سی جانبه در حد رؤسای جمهور داشتیم بین افغانستان، پاکستان، ترکیه، به اصطلاح مجالس پیهم داشتن اونا در طی چندین سال. کنفرانس های مختلف دیگه داشتیم بین پاکستان، افغانستان، آمریکا، اما ای بار افغانستان، پاکستان و ترکیه داشتیم. اما ای بار رئیس جمهور اندک مطمئن به نظر میرسه، میگن که سه کشور چین، عربستان و ترکیه برای همکاری در زمینه صلح گام های بزرگ برخواهند داشت. اینا در چین مطرح کردن آقای غنی. ما برداشتمی است که تمام این نسخه ها بار بار استفاده شده در گذشته، از اینا استفاده صورت گرفته، تلاش صورت گرفته، ولی من عرض میکنم که عمق بازی نظامی پاکستان در زمین افغانستان بیش از 30 سال است. در یک چنین بازی که این عمق ابعاد مختلف داره، ما به اصطلاح به صورت دراماتیک نمیتونیم تغییرات مثبت را پیش بین باشیم. کار برش ضرورت است و برنامه که در دیدگاه حداقل آل دیدگاه ما که تغییرات میپذیره، در دیدگاه اونا بتونیم تغییرات. آقای رحمانی در یک دقیقه، شما خیلی خوشبین بودین به این رفت و برگشت ها و سفرها، اما آقای آسم میگن که نمیشه امید بست به این مسائل. من میخوام بگم که در یک شب همه چیز حل میشه. من میخوام بگم که قرائت و روایت که آقای غنی و تیمش داره و چینش این تیم بسیار بسیار متفاوت با چینش تیم حامد کرزی. یک بحث. بحث دوم، آقای رئیس جمهور در این 30 چند روز بیکار ننشسته. از طریق شورای امنیت ملی تلاش هایی که برای قانع ساختن استخبارات پاکستان صورت گرفته به عنوان در واقع منشأ اصلی سیاست گذاری در افغانستان و همین رقم ارتباطاتی که با ترکیه و چین و سعودی صورت گرفته، من فکر میکنم که بسیار بسیار
بسیار اتفاق جدی را حداقل در ادبیات صلح آورده. یک نکته کسی است که پاکستانی ها واقعا خواسته های مشخصی را دارن، افغانستان باید جواب های مشخصی را بده، روی هر چیز باید شرط بندی بکنه تا بالاخره مشخص شود که پاکستان تا کجا میتونه پیش بره، تا کجا میتونه امتیاز بگیره و تا کجا میتونه بهش امتیاز بده. خیلی سپاس از حضورتان. سلامت. پس از گزارش کوتاه دوباره برمیگردیم. امروز 36 روز از تشکیل حکومت وحدت ملی میگذرد، در حالی که 10 روز از مهلت تعیین شده رئیس جمهور برای رسیدگی به پرونده های بحران کابل بانک باقی مانده است. سرپرست ریاست دادگاه عالی میگوید که وعده دادن برای رسیدگی به پرونده ها در این فرصت دشوار است. عبدالرشید راشد سرپرست ریاست دادگاه عالی میگوید که با در نظر داشت خلاهای موجود در پرونده های کابل بانک، این نهاد ناگزیر است تا این پرونده ها را بار دیگر به لوی سارنولی بفرستد. همزمان با نزدیک شدن پایان مهلت رئیس جمهور برای رسیدگی به پرونده های کابل بانک، دادگاه عالی از وجود خلاهای بسیار در این پرونده ها سخن میگوید. سرپرست ریاست دادگاه عالی میافزاید کمبودی هایی که از سوی دادگاه ویژه پیشین کابل بانک در پرونده ها شناخته شده بودند هنوز موجود است و در یک ماه گذشته پیشرفت چندانی در بررسی پرونده ها دیده نشده است. دشوار است که وعده داده بتانیم، زیرا در خلال یک ماه گذشته هم چندان پیشرفت قابل ملاحظه در زمین صورت نگرفته، و اما در رابطه با اجرات محکمه اصلا چاره‌ای نداره به جز اینکه دوسیه را مورد دقت نظر و ارزیابی قرار بده، و اگر دوسیه خلاها داشته باشه به خاطر رفع خلاها پس به اداره تحقیقاتی و سارنوالی مسترد کنه. این حالت اجباری است که بالای محکمه آمده. پرونده های کابل بانک 4 بار میان لوی سارنوالی و دادگاه عالی رد و بدل شدند. سرپرست ریاست دادگاه عالی میگوید که اگر این نقایص برکنار نشوند، این پرونده ها به لوی سارنوالی واپس فرستاده خواهند شد. شیمی کاری همیست که وقتی دوسیه واجب ضرورت احساس میشه که در دوسیه خلاها رفع شود، باید دوسیه رد شود. دوسیه رد میشه تا سارنوالا خلاهایی را که توسط محکمه بیرون نویس میشه و برای خضا کشیده میشه، او را به ملاحظه دوسیه خودشان هم بررسی بکنن و بعد از او به پاسخ سوالات و رفع نواقص بپردازن و به شکل دوسیه کامل در آینده در اختیار محکمه قرار بگیرن. شماری از آگاهان بر رسیدگی بر این پرونده ها در زمان تعیین شده تاکید میورزند. این وظیفه است دستگاه های عدلی و قضایی کشور است که بدون فوت وقت باید پیگیری کنند و یک بار دیگه نشان بدن شایستگی و توانمندی خود دستگاه عدلی و قضایی ما که توانی برخورد به قضایی رو داره و آری از فساد هستن و میتوانن قانون تطبیق کنن و پیاده کنن. پیش از این لوی سارنوالی از ایجاد یک دادگاه ویژه دیگر برای رسیدگی به پرونده های کابل بانک خبر داده بود، اما سرپرست ریاست دادگاه عالی این خبر را نادرست می‌داند و می‌گوید که تنها یک هیئت قضایی که شمار اعضای آن به 5 تن می‌رسد برای رسیدگی به این پرونده ها تعیین شدند و به گفته دادگاه عالی این هیئت از روز شنبه کارش را آغاز کرده است. بازم خوش آمدید. در این بخش برنامه سردار محمد رحیمی استاد دانشگاه و صدیق پدمن معین پیشین وزارت معارف با ما هستند. خوش آمدید. آقای پدمن با شما آغاز میکنیم. برای فرصتی که آقای رئیس جمهور تعیین کرده بودن، یعنی حکومت وحدت ملی برای معرفی کابینه تازه 45 روز بود و 9 روز هم باقی مانده، کار به کجا رسیده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام با شما استاد محترم و تمام بیننده تلویزیون تلویزیون. از آغاز هم فرصتی که تعیین شده بود طبعا فرصتی نبود که بعد از توافق و حکومت وحدت ملی فرصتی، قبلا در جریان مبارزات انتخاباتی همین فرصت تعیین شده بود که بعد از 40 روز کابینه ساخته شد و ولایت شانی بود که هم اصلا راپوردهی از وزرای قبلی و بعدا بر مبنای از او کار جدید آغاز کردن یک اصل بود، و همچنان برای حکومتداری خوب با اساس تعهد و شایستگی و تخصص انتخاب افراد اصل دیگه بود که مطرح بود و فعلا هم 40 روز به خاطر ازی که گزارش گرفته شود و بعدا هم در هر دو راستا کار جریان پیدا کنند که تثبیت افراد
اشخاصی که واجب مواصفات یک وزیر خوب باشد و حکومت داری خوب با من بیاره این کار صورت گرفته. یعنی گزارش دهی تکمیل شده؟ گزارش دهی هم یا تکمیل شده یا جریان دارد. خب حداقل بحث کلان که ترکیب کابینه است که دو طرف باید رویش کار کنن، این خیلی عمده است برای مردم. با فرصتی هم که تعیین شده بود گفته میشد به این خاطر است، یعنی تا 9 روز که فرصت باقی مانده هر دو طرف موافقت میکنن که کابینه تازه و کارا به اساس شایسته سالاری را ترکیب بدن؟ بله، به خاطر از اینکه فرصتی که قبلا تعیین شده بود طبعا به اساس یک تقسیم اوقات بودن و هر دو تیم متعهد به او هستند و امیدوار هستیم که 40 روزی که گفته شده بعد از 40 روز خوب با تفاوت یک روز یا نیم روز پروانه دارن، اما همیشه که کابینه جدید تقدیم شد. این کارها بر معرفی وزرا معلوم شده که افراد مشخص شده که چه افرادی میان در کابینه تازه؟ نه، در این سرحد شاید کار پیش نرفته. این چقدر فکر میکنن مشکل زا میتونه باشه میان دو طرف هر از که زمان گیر شوه؟ اگر اردو رهبر تصمیم بگیرد افراد اشخاص خوبی را اردو تشخیص دارن و با اساس تجربه و تخصص و تعهد میتونن که همین کار را انجام بدن، به خاطر از اینکه وقت کافی دارن و نوروز وقت کافی است برای، به خاطر از اینکه تنها همین نوروز نیست که فکر میکنن، طبعا قبلا هم یک تصویر و تصوری درباره کابینه افغانستان داشته اردو رهبر و با اساس همه معلومات قبلی خود میتونه که کابینه جدید تشکیل بده. خود امی فکر میکنن که تا نوروز کار در مورد کابینه تمام میشه و انتظار مردم هم به پایان میرسه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما بینندگان عزیز ارجمند شبکه جهانی طلوع نیوز، همکار آزاد بس. و قبل از همه چیز بزرگداشت میکنیم ایام عاشورا رو و آرزوی قبولی عزاداری های مردم بزرگ افغانستان رو داریم در ایام عزیز و بزرگ. باید عرض بکنم که امیدوار هستیم که در 9 روز آینده کار در مورد تشکیل کابینه جدید به یک سرانجام مثبت برسه، اما من فکر میکنم که به آسانی هم نیست. طبیعتا بخشی از مشکلات وجود داره به عنوان در واقع مقدمه تشکیل کابینه که هنوز در مورد از او فکر میکنم که اقدامات کافی انجام نشده تا دو طرف بتوانند که در مورد تشکیل کابینه به توافق برسند. میشه واضح بسازن چه مواردی هست این مشکلات؟ خب در طول دو هفته گذشته ما شاهد شکل‌گیری کمیسیون هایی بودیم که در مورد تشکیل کابینه یا در واقع نحوه تعریفی که از مفاد موافقتنامه سیاسی داشتن کار میکردن، که با توجه به اینکه در واقع دو طرف، حالا من نمیخوام بگم گروه مشخص، گویا صلاحیت مشخصی رو احراز نکرده بودن، نتوانستن که به نتیجه مشخصی در مورد تقسیم قدرت دست پیدا بکنن. یعنی کار اون کمیسیون به نتیجه با پایان رسید؟ خب میشود گفتش که در این مورد که به یک نتیجه مشخص برسن بله بی نتیجه است، اما در این مورد که حداقل واضح شد برای طرفین که دیدگاه های دو طرف در مورد تشکیل حکومت جدید یا کابینه جدید چیست، این موضوع تا حدی مشخص. اگر مشخص تر حرف بزنیم، تا اینجا در مورد ترکیب کابینه و معرفی وزرا تا چه حد کار پیش رفته؟ سخت است فیصد کار را مطرح بکنیم، اما میخوام بگم که مقدمات شروع شده و این مقدمات کمک کرده که دکتر صاحب اشرف خانی، دکتر صاحب عبدالله در مورد دیدگاه های دو طرف در مورد تشکیل کابینه در تقریبا یک در واقع به نتایج نسبتا خوبی دست پیدا بکنن. ولی فکر میکنم از یک منظر پخته تر شدن موضوع بد نیست، یعنی اینکه قرار است که این کابینه برای 5 سال آینده کارآمدی داشته باشه با توجه به تعهداتی که حکومت وحدت ملی به عهده گرفته. از این منظر اگر چانه‌زنی های بیشتری صورت بگیره و دو طرف به قناعت برسن در مورد تشکیل کابینه و تشخیص افرادی که مناسب برای پست های کابینه هستن بد نخواهد بود. اما گفتیم هنوز واقعیت بسی هستش که دو طرف در مورد نحوه تعامل با همدیگر کمی مشکل دارن. حالا که کار کمیسیون که شما اشاره کردین بانچ که میخواست به نتیجه پایان رسید و مقدمات تازه آغاز شده میان دو طرف، فکر میکنین که چقدر فرصت میبره در 9 روز تکمیل میشه؟ گفتم امیدوار هستم، اما واقعا خوشبین نیستم که در 9 روز آینده این نتیجه مشخص بشه. خیر، هنوز مسائلی هستش که زمان بیشتر رو میطلبه برای اینکه دو طرف بتوانند در مورد تشکیل حکومت به یک نتیجه واضحی برسن. اما ببینید گاهی اوقات هم مسائل در افغانستان به صورت دراماتیک پیش میه. شما در مورد تشکیل خود حکومت وحدت ملی خاطرتان هست که قبل از مراسم تحلیف
و در واقع شرایطی که منجر شد به امضای موافقتنامه بسیار دراماتیک در طی یک هفته تغییر کرد. یعنی کسی باور نمی‌کرد که در هفته میزان مراسم تحلیف برگزار بشه و به او شکل و حکومت وحدت ملی شکل بگیره. هرچند همه این تحولات در عرض یک هفته منوط به چند ماه قبل بود که بسیار از مذاکرات فشرده و گاهی ناامیدکننده پشت سر گذارانده شد. از این منظر من فکر می‌کنم که حالا هم ممکن است که مذاکرات گاهن با وقفه با حتی بن‌بست یا ناامیدی پیش بره، ولی کن بعید نیست که به صورت دراماتیک دو طرف ناگهان به یک توافقی در مورد تشکیل کابینه دست پیدا بکنن. هرچند گفتیم شخصا فکر میکنم که پخته‌تر شدن موضوع کمک میکند که کابینه‌ای مؤثرتر، کارآمدتر و دقیق‌تر شکل بگیره که بتواند بر او تعهداتی که حکومت وحدت ملی داده در واقع در راستای تعهدات عمل بکنه. خلاص پس آقای پدمن آنچه را که آقای رحیمی مطرح کردن گفتن که نمیشه بیشتر امید داشت تا نوروز فرصتی که باقی مانده کابینه تازه معرفی شود. ببینید وقتی که حکومت وحدت ملی ساخته میشد و نتیجه انتخابات و چیزا، ما باور نمیکردیم که کل چیزا در وقت کم شکل میگیرن، ولی شکل گرفتن. هر دو تیم تجربه چانازنی هم دارن به اصطلاح و تجربه به توافق رسیدن هم دارن، چرا شناختی که هر دو تیم با هم پیدا کرده در جریان مذاکراتی که برای وحدت حکومت ملی بودن، ما فکر میکنیم زمینه مناسب یک بستر مناسبی را برای حکومت سازی مهیا میکنند. به وجه اینکه بستر نامناسب باشه به نظر ما مناسب است و اعضای هر دو تیم با هم شناخت دارن، کار مشترک کردن، ما خوشبین هستیم برای اینکه میتونن به یک توافق برسن. حالا آقای رحیمی اشاره کردن کمیسیونی که شکل گرفته بود آنچه که هدف تعیین شده بود به او هدف نرسیدن. حالا بحث ترکیب کابینه و معرفی کابینه، یا که خب دو طرف کیا را معرفی میکنن بالاخره کابینه ترکیب میشه، توسط کیا پیش میره؟ ببینید اگر شما کمیسیون ها را نسازند، افراد و اشخاصی که با امرایتان کار میکنه باید یک رهبر میگه ما میتونستیم یک نتیجه خوبتر را به دست بیاریم، ولی جریان مذاکرات برای حکومت وحدت ملی ثابت کرد که هر دو رهبر میتونستن یک فیصله درست تر. خب حداقل اون کمیسیون کارش متوقف است، حالا کار کابینه توسط کیا پیش میره؟ خود دو رهبر میتونن سر از این یعنی عملا شروع شده این کار؟ خب اگر عملا طبعا بحثا شروع شدن، اما میشه که به یک نتیجه خوبتر برسن به خاطر از اینکه عین تجربه ساختار حکومت وحدت ملی است که تکرار میشنه. بالاخره هر دو رهبر به نتیجه رسیدن و معاونینشان و میشه که امی در چوکات حکومتی یا دولتی امی کار صورت بگیره و هر دو تیم به موافقه برسن نسبت به اینکه افرادی که تصمیم گیرنده نیست در کمیسیون ها باشد به عوض از او افرادی باشند که تصمیم گیرنده باشند. افراد موجودیت افرادی تصمیم گیرنده در کمیسیون ها یا خود افرادی که فعلا بر سر کار هستند، مثلا رئیس حکومت، رئیس اجرایی با معاونینشان و رئیس جمهور با معاونینشان، افراد هستن که فعلا بر سر قدرت هستن. حالا آقای پدمن اگر موارد دیگر را بحث کنیم، مثلا افغانستان شاست لندن را پیش رو داره برای از اینکه با حکومت تازه با برنامه بره و حداقل تکمیل بره و این نشست، چقدر فکر میکنین که میتونه کمک کنه اینجا کار به شتاب پیش بره برای ترکیب کابینه؟ وقت یک تقریبا یک ماه به چیز لندن مانده، کنفرانس لندن، که فرصت کافی است برای ساختار کابینه. و همچنان در اونجا بحث بر سر تقسیمات نشاید باشه که در وقتی که در کنفرانس لندن هر دو تیم میره چند کرسی با هم داره، بحث سر افراد پیشنهاد من است که برای هر دو تیم که زیادتر بحث بر روی افرادی که متخصص باشد و خوشنام باشد، به خاطر از اینکه جلب اعتماد مردم افغانستان یکی از شاخصه‌های اساسی باید باشه برای تشکیل کابینه، به خاطر از اینکه مردم افغانستان توقعات بسیار بیشتری دارن از حکومت وحدت ملی و این توقعات زمان برآورده ساخته میتونه که افراد، یعنی کابینه به اساس اصل شایسته سالاری ساخته شود. برای شخص خود ما به تفاوت است که چند کرسی را کی میگیره، به خاطر از اینکه هر دو افغان هستن و هر دو از افغانستان هستن، برای افغانستان کار میکنه. برای شخص خود ما این اهمیت دارد که کی در کابینه میاد و کدام مثلا کدام مشخصات است برای چیز و تعهدات چی است با اساس تجارب 13 سال گذشته که کابینه ها آمده و با اساس این که مثلا افغانستان در فساد درجه اول است. خیلی سپاس.
آقای رحیمی، بحث که مطرح میشه به عنوان چالش فرارای حکومت تازه بحث ترکیب کابینه است. ما نظرسنجی را انجام دادیم، 84% مردم خوشبین هستند تا اینجای کار از عمل کرده حکومت، اما میگن بزرگترین چالش که این رضایت را رقمش پایین بیاره بحث ترکیب کابینه است. وانچه را که آقای پتمن اشاره کردن که شایسته سالاری در نظر گرفته شود، چقدر هر دو طرف متحد هستند برای ترکیب یک کابینه که اساس شایسته سالاری باشه؟ ببینید، شایسته سالاری نباید در منافات یا تضاد با اصل تساوی یا برابرگونگی تقسیم قدرت بین دو تیم در نظر بگیریم که در موافقتنامه سیاسی مبنای شکل‌گیری حکومت وحدت ملی بوده. میتواند دو تیم شخصیت‌های در واقع مسلکی، متعهد و شایسته‌ای رو معرفی بکنن که وجود داره. در هر دو تیم این شخصیت‌ها وجود داره. منتها گفتیم مکانیزمی که بر اساس از اون میتواند هم توازن رو در کابینه شکل بدهد، همین که به گونه‌ای تخصصی افرادی رو که توانمندی اداره مدیریت کلان وزارتخانه رو دارن معرفی بکنه، این هنوز به وجود نیامده. البته گفتیم کلید حل مشکل در دست رئیس جمهور و معاونین و رئیس اجرایی و معاونین هستش که در صحبت رو در رو با همدیگر میتوانند به سرعت برای موضوع فائق بله. آیا این دو رهبر با هم نشستن؟ در طی همین هفته تا جایی که من اطلاع دارم برخی از صحبت‌های مقدماتی بین در واقع رئیس اجرایی و رئیس جمهور و به تبع از او بین رئیس اجرایی و معاونین و همینطور شاید رئیس جمهور و معاونین صورت گرفته باشد. در این مورد بستگی به ساختار و مکانیزمی داره که این دو رهبر با همکاران خودشون مشورت میکنن و خیلی گفتیم بدبین نیستیم نسبت به اینکه قبل از این کنفرانس لندن این کابینه شکل نگیره. به نظر من شکل خواهد گرفت، اما گفتیم یک مقدار تمرکز بیشتر بر از اینکه این مکانیزم چگونه باشه که تا درازمدت بتونه جوابگو باشد به جای اینکه ما با عجله بریم. حالا حداقل از یک طرف که شما ممکن آگاه باشین، چه میکانیزمی را برای معرفی وزرا در پیش گرفتن؟ من فکر میکنم که البته این نظر شخصی است، شاید در واقع تیم این گونه نیندیشد یا رهبران در واقع رئیس جمهور و رئیس جایی، به گونه‌ای باید هر دو تیم وقتی که بتوانند در مورد مسائل کلان اقتصادی، سیاست خارجی، سیاست داخلی به تفاهم برسند. طبیعتا من خیلی زاویه نمیبینم، علیرغم در واقع تعارضهایی که در دوران انتخابات و کمپاین بود، اما هر دو طرف با توجه به اولویت‌هایی که افغانستان پیش رو داره در حوزه امنیت، اقتصاد و سیاست خارجی به نوعی نزدیک هم به هم شدن. این نزدیکی باعث می‌شود که افرادی را که دو تیم مد نظر دارند، چه به حیث وزیر چه به حیث معاونین، بتوانند در یک چارچوب مشترک به صورت متحدانه با هم کار بکنند. از جانب دیگه یک نوع رقابت مثبت هم بین دو تیم وجود داره در مورد ازی که بتوانن شخصیت های کارآمد و مؤثر رو معرفی بکنن برای اداره. یعنی شما که خب حداقل بازم تاکید میکنم که ممکن آگاه باشین از یک طرف بحث اصلی و خب تا اینجا یک شانزنی هم شده که میسونه یک شکل گرفته، گفتگوهایی که شده بحثشان بحث شایسته سالاری بوده. دقیق است. یعنی هر دو طرف تاکید بری دارن که باید کابینه نو کابینه باشد کارآمد، متعهد و متخصص برای پیشبرد اهداف بزرگی که حکومت وحدت ملی به تعهد سپرده و امیدواری هایی که مردم دارن و در واقع نظرسنجی که شما و ارتعی انجام دادین در مورد اینکه چقدر مردم واقعا امیدوار شدن به اینکه مجموعه در واقع تجمیع عناصر دو تیم با توجه به ظرفیت هایی که دو تیم دارن در حوزه های مختلف بتواند حکومت رو بر چالش هایی که فرارویش است در حوزه امنیت و اقتصاد فائق بیاره. از این منظر تعهد سنگین است. با مخاطر من فکر میکنم که در واقع کمیسیون ها کار خودشون رو انجام دادن. شاید صلاحیتی که برای کمیسیون ها منظور شده بود این همین بود که اینها رو بتوانن مقدمات مباحث رو آماده بکنن و طرفین رو با دیدگاه های هم در مورد تشکیل کابینه نزدیک بکنن. از این منظر حالا دیگه نوبت رهبرها هستش که با هم دیگه بشینن در مورد اولویت هایی که حکومت وحدت ملی دارد و در واقع موافقت نامه سیاسی رو تاکید داشته است و کلا دو تیم رو تاکید دارن در مورد تشخیص افراد هم به نتیجه مثبت برسن. من فکر میکنم خیلی سخت نیست، خیلی مشکل نیست، اما از یک جانب دیگه شاید گفتم مجموعه از مسائل دیگه هم بود در طی یک ماه گذشته که روی از اونها باید تمرکز میشد که نشده. به همون خاطر من فکر میکنم که یک مقداری در طی دو هفته آینده یا حداقل ده روز آینده که زمان باقی مانده است، ممکن است در یک هفته آینده برخی از مسائل مقدماتی که هنوز باقی مانده پیش بره، اما شاید گفتیم در طی حداکثر دو هفته آینده این بحث تشکیل کابینه هم به سرانجام مثبت برسه. سپاس. آقای پتمن، تا اینجای کار بحث هایی که در مورد کابینه شده اشاره کردیم به شکل گیری کمیسیونی که خب کاراش آقای رحیمی اشاره کرد که چی کردن و چی نکردن، بحث اصلیشان این بوده که چطور افراد شایسته را میتونن معرفی کنن به کابینه. دقیق. بله، اصل اساسی برای ساختن کابینه تشخیص افراد شایسته، متخصص، متعهد و کارکشته. به خاطر از اینکه تعهداتی که هر دو تیم برای مردم افغانستان در جریان مبارزات انتخاباتی سپرده، عملی شدنشان یک اصل اساسی برای
حکومت وحدت ملی است. یک طرف تعهد حکومتداری خوب مستقیما ارتباط میگیره با افرادی که شما رو معرفی میکنن، کابینه و هر پست دیگه که مثلا پست سیاسی باشه، به خاطر اینکه یکی از اساساتی که مردم افغانستان به اون معتقد است و هر دو تیم برای تعهد سپرده شایسته سال حکومتداری خوب است و حکومتداری خوب شما بدون افراد خوب تطبیق کردن نمیتونه. مستقیما ارتباط داره با افراد خوب، با افراد متعهد، با افرادی که تعهد داره، با مردم افغانستان، با منافع ملی افغانستان. مستقیما شما نمیتونین که سر افراد ناشایسته کار شایسته را انجام بدین. برای کار شایسته افراد شایسته ضرور است و افراد شایسته هر دو تیم دارن. افغانستان عاری از افراد شایسته نیستن. منتها تصمیم درست باید گرفته شوه و این تصمیم درست متعلق تعلق میگیره با هر دو رهبر معظم که باید درست است که تعهدات شاید صورت گرفته باشه با اشخاص و افرادی، اما تعهداتی که با مردم افغانستان صورت گرفته بالاتر باید باشه در وقت تصمیم گیری. و افغانستان در مرحله که قرار دارد به خاطر از اینکه ما زمان صاحب یک افغانستان آرام با ثبات و صلح‌آمیز میتونیم باشیم که افراد شایسته بر سر قدرت بیاید. در فرصتی که باقی مانده آقای پتمن، بین جنبندی رو با این پرسش مطرح کنیم که چالش ها فرار رای ترکیب کابینه چی است بر هر دو رهبر؟ خب اول شاید چون قبلا هم و کلماتی که سرشان چی میشه مساوی و مساوی گونه که شاید اونقدر موضوع یک چالش است، اما هر دو رهبر میتونه سر از فائق بیه به خاطر از اینکه در نهایت امر هر کس که معرفی میشه افغان است و از این خاک است. این که در جریان مبارزات انتخاباتی در کدام تیم بوده فعلا هر دو یک تیم است که زیاد شاید سر مطرح نباشد، به خاطر از اینکه وقتی هر دو تیم میگه با هم یک جای کار میکنیم پسی باید مطرح نباشه که در جریان مبارزات انتخاباتی یک فرد متخصص در کدام تیم بوده. تخصصش باید مطرح باشه، نه اینکه در تیم بودنش که در کدام تیم بوده. یک اصل. اصل دومی که وقتی که به این نتیجه رسیدیم معرفی افراد زیادتر باید به این اساس باشه که یک تعهدی که دکتر صاحب غنی و دکتر صاحب عبدالله سپرده بود که شما شاید در جریان میگم ما حکومتداری را در جریان حکومت کردن یاد نمیگیریم، معنایش این است که حکومتداری را یاد داریم. پس تجربه هم یک اصل شد، یک اصل شد که افراد باید معرفی شود که در مسلکی که معرفی میشه راسن شروع به کار کنه، به خاطر اینکه فرصت برای مطالعه باید قبلا باید مطالعه صورت گرفته باشه. آقای رحیمی شما من فکر میکنم که چند نوید وجود داره با توجه به گفتمان حاکمی که وجود خب داره. خب حداقل با چالش ها اشاره کنم. دقیقاً نویدی هستش که احتمالاً کابینه بعدی کابینه فراگیری خواهد بود که بخشی از انرژی نوی را که نیاز است برای پیشبرد امور در افغانستان که در گذشته مخفول واقع شده بود، یعنی جوانان رو وارد در واقع عرصه خواهد کرد. جوان به لحاظ سنی، نه به لحاظ تجربه، نه به لحاظ در واقع مدیریت، بلکه نیروهای مؤثر مسلکی و کارآمد و متعهدی که توان پیشبرد امور رو به خوبی دارن. از این منظر در واقع یک نوید خواهد بود و فراگیری در واقع اصلی که اشاره شد. در مورد چالش ها طبیعتاً ترکیب در واقع کابینه به لحاظ ممکن است که همون فیصدی ها به لحاظ قومی، به لحاظ جنسیت یا جندر میتواند موضوعی باشد که مورد بحث است یا مورد چالش است. از جانب دیگه با توجه به اینکه هر یک از طرفین نوع نگاهی رو به مسائل اقتصاد، به مسائل امنیت، به مسائل سیاست خارجی ممکن داشته باشه، شاید در این مورد هم کم و بیش چالش هایی وجود داشته باشه. اما تا اونجایی که من اطلاع دارم و این خوشبینی رو ایجاد میکنه که عمدتاً یک رویه تفاهم بین جناب دکتر صاحب غنی و آقای دکتر صاحب عبدالله و همکاران وجود داره در مورد تشکیل کابینه، این میتونه بسیار کمک بکنه برای اینکه واقعاً کابینه آینده کابینه در واقع امیدوارکننده برای مردم افغانستان باشه، با توجه به اینکه ما مجموعه ای از در واقع فرآیندهای بسیار بزرگ رو پیش رو داریم، با توجه به 13 سال کمکاری که داشتیم تجربه در واقع چراغ راه آینده است میتونه کمک بکنه، بخشی از تجارب گذشته و سنت سیاسی که وجود داشته، اما نوآوری هایی باید شکل بگیره که ما رو کمک بکنه برای پیشبرد امور به صورت بهترش در ادامه کار. سپاس از حضورتون در این بحث. تشکر از شما بیننده عزیز. تا برنامه دیگه با فرصت دیگر، شب خوش.